آخوندها در پایان پادشاهی محمد رضا شاه 55 هزار تا مسجد در اختیار داشتند. باز این رو از قول دکتر میلانی میگویم، این تعداد 55 هزار از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدن، یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55 هزار تا، و این 55 هزار تا پر بودن، مسجد ها مثل امروز نبودن که مردم فرار کنن از مسجد، میرفتن مسجد و این آخوندها از همه طرف تغذیه می شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از یه منبر نبود، بازار و هر جای دیگر. من خودم وقتی رفتم دولت، یکی از اولین صحبت هایی که در جلسه دولت کردن، چه خبره، چرا مسجد درست میشه؟ مرتب داشت مسجد درست شد زیر دماغ حکومت. نه، امامزاده سرجاش تکیه مهدیه حسینی همینا بود، هیئت مذهبی بود، مدارس مذهبی شدید همینطور که اشاره کردید، گرایش مذهبی به کمک حکومت، به کمک بیدریق حکومت و البته با استفاده از امکانات خود جامعه، بازار غیره، توانست در مقابل سرانجام بیسته. روز گذشته عده‌ای خرابکار که هیچ هدفی جز نابودی و ویرانی ندارند در شهر اصفهان دست به تظاهرات زدند و شروع به آتش زدن اموال عمومی و اموال مردم کردند، از جمله قسمتی از هتل شاه عباس و یک پمپ بنزین و چند مؤسسه خصوصی را به آتش کشیدند و درختها را بریدند و شیشه ها را شکستند، به صورتی که بیم آن می رفت تمام شهر را به آشوب به آتش بکشند. به دنبال این حوادث امروز دولت از نظر وظیفه‌ای که بر عهده دارد، به درخواست مقامات محلی، حکومت نظامی به مدت یک ماه در اصفهان اعلام کرد که از خرابکاری و اتلاف اموال مردم و کشت و کشتار Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. Oh, Your Majesty, you said all these things. Not with the same words, no. Well, the thought, you've never produced a Michelangelo, a Bach, or even a this great... This I have said. So you don't feel that women are, in that sense, equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far. Maybe you will become in the future. We can always have some exceptions. Here but, and there. But, yes, but on the average... I repeat again, when have you produced a top scientist? Madame Curie. That's one. Well, we've had a lot of trouble getting ahead, perhaps because of this point of view. Do you feel your wife is one of these rare exceptions? It depends in what sense. Well, do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not to answer. But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man. Woman, say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? No. what can I say? You know, it's a... شما لطفا نظرتون رو راجع به این شعارها به من بفرمید. زن، زندگی، آزادی. خب زن همیشه در تاریخ ایران مهم بوده، زندگی هم برای که زن مادر بچه ها رو به دنیا میاره و آزادی هم که خب الان اینا با تمام شجاعت آمدن و این شعارها رو میدن.